یکی از عزیزان از یکی از کشورها جلو من رو گرفت و شروع کرد صحبت کردن و من فکر کردم که خدای این مثلا من از کجا میشناسه، من که سابقه نداشتم با ایشون. بعد معلوم شد که از طریق همین برنامه و جمله جالب ایشون فرمود، گفت که من از طریق همین شبکه شما نشسته بودم پای تلویزیون. خب ظاهرا حالا یه وقتی بوده که اینجا داشتن صحبت میکردن که آقا کمک مالی کنید و چه و چه، به ظاهرش هم میومد که آدم متمولی باشه. گفت من سفر اولمه دارم میام کربلا، به سنش هم نمیخورد، یه سن زیادی داشت. ایشون گفت که من همونجا با خودم نذر کردم که یا ابا عبدالله اگر قسمت روزی من کنی بیام کربلا، حتی ایشون میگفت من شرط نکردم که اگر قسمتم کنی بیام، گفتم یه مبلغی که حالا من عرض نمیکنم، یه مبلغ زیادی رو همونجا تصمیم گرفتم و به این شبکه پرداخت کردم. و جالب بود ایشون میگفتش که شاید کمتر از یک ماه یا 40 روز نشد که، حالا نمیدونم کشورشون دیگه، نپرسیدم مال کجایی شما، گفت مشکلات زیادی داشتیم برای اومدن به عراق، ولی به برکت آقا سید الشهدا الان به عنوان اولین سفر اومدم عرض کنم زیارت قبر امام حسین. منم همین رو عرض میکنم بینندگان عزیز، اونی که من در اون شب تکرار کردیم و تأکید کردیم، بینی و بین الله شما خودتون رو به عنوان قاضی قرار بدید، معامله با اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت ضرر نداشته و خوشا به حال کسانی که شیطان میگذارد دست رو نمیگیره و اجازه میده اینها از اموالشون صرف آقا سید الشهدا کنن. چون در حدیث داریم، در حدیث شیعیان، در برزخ و قیامت همه کار امام حسین است. یعنی اگر حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام میخواد به اطرافیانش جزا بده، میگه برو از حسین فاطمه بگیر. حضرت عیسی اگر میخواد جزا بده، میگه برو از حسین فاطمه بگیر. حتی پیغمبر اکرم اگر چیزی میخوان عنایت کنن، میگن برو از حسینم بگیر. خب این یعنی امام حسین همه کار است. این مبالغی هم که عزیزان زحمت میکشن کمک میکنند، خب اینها مبالغی است که به هر صورت کم و زیاد داره، اما این اسم من و شما ثبت میشه و خودمون رو طلبکار میبینیم از امام حسین. اتفاقا یه بنده خدایی از عالم دنیا رفت در یکی از شهرها، ایشون خیلی کار جالبی میکرد که من سفارش میکنم به عزیزانی که اهل خیرن کارو بکنن. یه دفتری داشت نوشته بود که حساب حسین ابن علی علیه السلام، که من این دفتر رو دیده بودم. به هر کی که پول نمیداد صدقه میداد، خیرات میداد، میگفت بدهی آقا سید الشهدا مثلا 100 دلار به فلان جا، 1000 دلار به فلان جا، 1 دلار به کی، 1 دلار به کی. بعدم گفته بود آقا این دفتر و این کتاب رو شب اول قبل دفن کنید. آقا یعنی چی؟ یعنی ابا عبدالله من دارم به شما میدم، اصلا شبکه امام حسین رو به احترام شما میشناسم، و الا اگر شبکه مثلا من و شما و دیگران که ما کاری نیستیم، خودمون همه سر سفره از سید الشهدا نشستیم. لذا باز من امروز تاکید میکنم عزیزان، اگر میتونید، اگر وضعیتتون خوبه، نپسندید که شبکه امام حسین، شبکه‌ای که به نام سید الشهدا است، که حالا خبر ندارن خیلی ها که شروع این شبکه به خاطر چی شد و جز معجزات امام حسین بود، وگرنه میخواستن به این نام وهابیت ببرن و خیلی از اعتقادات رو خراب کنن، به عنوان شبکه امام حسین نام شبکه امام حسین رو بدزدن و از اون طریق اعتقادات وهابی رو مطرح کنن، که به الحمدلله لطفی شد. ولی به هر صورت اینها مشکل دارن، مشکل مالی دارن، هزینه هاشون سنگینه، ماهانه ما هم زود میرسه تون به تون. و الحمدلله من اون شب باورم نمیشد در عرض همین چند دقیقه که من عرض کردم چقدر تماس گرفتن و چقدر لطف کردن. ایشالله خدا از همهشون قبول کنه و برکت آقا سید الشهدا قسمت همه و روزی اینها بشه که بیان خدمت آقا سید الشهدا. اینو میخواستم مورد نظرم بود که من دیگه با خود چشم خودم دیدم که کسی با امام حسین معامله کرد. من اتفاقا درخواست دارم عزیزانی که خیر و برکت دیدن تماس بگیرن، بگن با صدای خودشون پخش میکنن عزیزان که آقا من با امام حسین چنین معامله کردم، آقا جوابم رو داد. من با امام حسین چنین شرطی کردم یا قمر بنی هاشم علیهم السلام، آقا جوابم رو داد. امیدواریم که همه ما انشاءالله بهره مند بشیم.